کشتن خوب بلدی، همین ساعت جهانبخش رو بکش. و افسر میگم جهانبخش مرد، به جهانگیرم خبر میدیم. تو هم ما رو فراموش کن، برای یه بارم شده مرد باش و برای همیشه از زندگی ما برو بیرون. ارسلان اسم منو صدا نکن، تو دیگه منو نمیشناسی، هیچ وقتم جلوی چشم من آفتابی نشو. دیگه هم با من و اهل امارت هم کاری نداشته باش. از مردن سخت‌تر این کشتن. اگه نمیتونی جهانبخش رو بکشی بگو تا خودم همینجا خلاصش کنم. حرف بزن. میتونم. دیدار به قیامت. شایی که یه روز تاج گذاشته یه روزم از سرش افتاده. یاکو گروش اسکندر مقدونی عشق اول اردشیر بابکان و خیلی های دیگه، کدوم یکی از اینا تاج نگه داشت که این حضرت والا نگه داره؟ هیچ کدوم نهایت، هیچ کدوم. برای بود هزار الله اکبر.
پسره، چه پسری. خوش اومدید. خانم چی شد پس بابا مشتی؟ خانم گفته درست میکنه، درست میکنه دیگه. مباشر معارف مهمون شازده بود، ندیدی؟ خوش اومدین، مشرف. دیدم ولی این که نشد دلیل. از کجا معلوم شازده بگه؟ میگه. خوش اومدین، مشرف. نمیگه. دیدم میگه. نمیگه. خوش اومدین. میگه پدر سوخته میری یا بگم گوزه مهمونی چوب و پلک بیارن. برو دیگه. از کجا معلوم؟ خوش اومدین، مشرف. خسته شدی؟ نه من به یحیی کار دارم. یحیی دماغ شد رفت سفالگری. بدش به مادر. بیا بیا. چطوری؟ چطوری طلعت بابا؟ جانم مشتی خوش اومدی. میگم تو راستی هستی قرار باباش بشی؟ حسودی میکنی؟ این طلعت امانت مهربانی زنده بود با هم بزرگش میکرد. قول و قرار کرده بود. حالا که نیست رسم امانت نیست همشیت نکنه. خوبه. سلام علیکم. خیلی خوبه. چی خوبه عمو؟ از یارو پرسیدن بالاتر از بد چیه؟ گفت بدتر. حالا حکایت ماست. تا بوده همینطور بود. زندگی نوکر جماعت همیشه مابین بد و بدتر بود. مشرف فرمود. بازم شد به قول رجب علی شد که از این بدتر نشد. این حرفا چی همون؟ نمیخوای خبر خوب بشنوی؟ دختر حسین قلی خبر خوش؟ نپرسی با یحیی چی کار دارم؟
شد؟ بده ببینم. مشلق بدی آره. ندینم. یحیی. پا قدم تو بود طلعتی ها. خدا رو شد. خدا رو صد هزار مرتبه شد. باورم نمیشه آهو. باورت بشه. خودش شازده از مباشر وزیر معارف گرفته. گفت هر موقع بری سلوگون خودشم باید میاد. تو یه دارالفنون یحیی معمار میشی. پس بابا مشی راست میگفت. میگفت انقدر رو انداخته صورتش مثل چرم همدان شده. منم کم رو ننداختم بخوانم. دست تو هم درد نکنه. دست خانومت هم درد نکنه. من که دیگه معمار میشم آهو. تو چی؟ دستیار طبیب میشی؟ زودتر از تو. چی خیال کردی؟ یالا بابا زود باشین آبا جارو کنین. مهمون های نیومده فردا از راه میرسن. هیچ کاری نکردیم. سلام خانم. کجا به سلامتی؟ بمو میام خانم. ابو بایست الیا یالا بجام زود باشین آباری کلا. شده بود نشده بود تا وقتی آفتاب هست سایه هم هست جناب شازده. از کجا معلوم چیزی بدونن؟ معلوم نیست، اما وقتی من میدونم زمانی که شما با جهان بخش میرزا رفتید چه کار، او دیگه هرگز برنگشت. به طریق اولا تو اون انجمن هم کسایی باید با خبر باشن. وقتی حضرت والا دیگه نیست چند جمعنی؟ از اقبال بلند شما تو این مدت با برکناری عطابک مملکت صدر اعظم نداشت. اوضاع قدری بلبشو بود. انجمن حضرت والا در حال احتضار بود، اما حالا در حال احیاست. مملکت داره به سامان میشه. ارزونی اجناس، دولت تازه. متوجه نیستید؟ یعنی مملکت به سامان بشه اقبال از من رو برمیگردونه؟ از شما که نه، ولی از قاطر حضرت والا حتما. از که من امنیت جانی ندارم. به محض تغییر ریاست نظمیه. نظمیه که سامان بگیره، نفوذیای انجمن در نظمی و عدلی هم سامان میگیرن و باز همون میشه که شد، حبس شما و شکنجه و باقی قضایا. خب میفرمایید من باید چه کنم؟ حالا شد. حالا سوال درست رو پرسیدی. این چیه؟ تذکره عبور. باید مملکت رو ترک کنید. چرا انقدر زیاد؟ شما مرد اهل و عیال دوستی هستید، تنهایی سفر نمی کنید. من تذکره معتبر تهیه دیدم. جای اسم در تمام تذکره ها خالیه. به هر کس یک تذکره بدید و هر چه زودتر حرکت کنید به طرف بلاد عثمانی. عثمانی به چه درد من می خوره؟ هر کسی بتونه تا این امارت بیاد تا بلاد عثمانی هم میتونه بیاد. قرار نیست در بلاد عثمانی متوقف باشید. شما تا عثمانی برید، آدم های من در کنسولگری ایران شما رو همراهی میکنن. در همسایگی کنسولگری ایران جوان ترکی قهوه خونه داره. کافی به مشتری ها بگید که مایلید با مصطفی پاشا ملاقات کنید. ترتیب همه کارها از قبل داده شده. یعنی ما کی باید بریم؟ گفتم که هر چه زودتر بهتر. امشب بهتر از فرداست. من در قبال خدمت ناخواسته ای که ما کردی چنین تدبیری کردم. آخر الامر این شمایی که باید تصمیمی به این مهمی بگیرید. تدبیر بیهوده کردید جناب بکتاش.
من مردی نیستم که میدان رو رها کنم. این امارت طاقت مصیبت علاهده نداره. این بار بازی موش و گربه در کار نیست. اگر به قصد خونخواهی بیان، اقدام به قتل شما میکنن. حضرت والای قبلی در پی شکنجه دادن شما بود، ولی اینها نه، اینها خیلی سریع و تمام. این جماعت به زن و بچه کسی هم رحم نمی کنه. پول زیاد بردارید و اسباب کم، سبک سفر کنید، مبادا توی راه گرفتار بشید. لعنت به جهان سایه ها جناب بکتاش، لعنت به جهان شما. جهان ما ادامه جهان شماست، جهان ما سایه جهان شماست. خدمتی کردن در مقابل خدمتی. از این ساعت هیچ دخالتی در زندگی و سرنوشت شما ندارم. دل خوشی از جهان شما ندارم جناب بکتاش، ولی اما قدم نورسته هم مبارک باشه. امیدوارم سایه پدر همیشه بالا سرش بمونه. خدا نگهدار. من فکرامو کردم، رضایت نمیدم تنها بری. تنها برم بهتر فخری، اینجوری هممون آواره میشیم. همه با هم میریم، یا همه یا هیچ کس. فخری، همین که گفتم، میرم بگم وسایلو جمع کنم. شازده من، نه از بیپولی و غربت به ترس، نه از خالی موندن امارت بعد از رفتنم. چطور نترسم فخری؟ چطور؟ تا اینجا چطور نترسیدیم؟ با هم باشیم نمیترسی. گویند رمز عشق مگویید. باشه، بازم مگویید و مگویید. امان از تو فخری، امان از اون نامرد. مهری که رفت، خانمم داره میاد. من چی کار کنم یحیی؟ منو به باهو دیگه دارالفنون رام نمیده. چرا؟ جناب شازده که بره دیگه جایی نیست برای پسر ابراهیم ارانی تو دارالفنون. نگاش کن، همه چی داره تمشیت میشه جناب شازده. بسه درد نکنم. روزگاه کج رفت، همیشه عد باید بزنی تو خواب خیال ما. چی شده عمو؟ هیچی جناب شازده، هیچی. حرف بزن مشتی، چرا پکری؟ نوکر و پکر؟ سگه کی باشین؟ خوشین به خوشیتون، شادین به شادیتون. نوکر جماعت که از خودش هیچی نداره که. حتی نگو دلتنگ من میشه که باورم نمیشه. نقل دلتنگی نیست بداد شب. بنی آدم بنی عادت. نمیدونم چطور شد که یه اینطوری شد.
چی چطور شد؟ همینطوری شد و شد و شد تا رسید به اینجا. طور خوبی نبود. بود؟ نه نبودم. نبود. ولی سخت نگیر. حالا ایوال دفع خطر از اهل و عیال واجبه. یه روزی دوباره دور هم جمع میشه. یه روزی؟ تا یه روزی؟ ولی تو یه روزی این امارت نه نور داره نه غرور. غرور امارت اربابی به امرو نه ای ارباب. بعد شما من دلم به چه خوش باشه؟ به چارتاقی و هشتی؟ به اون ایوون پشتی؟ به این شانشین بی شاسته؟ به کجا شاسته؟ به کجا؟ به اینجا در با نه من لیاقتش ندارم. بیا. من هیچ وقت بهت نگفتم امو، ولی تو از امو یه تنی برای من تنی تر بودی. تو پدرم بودی، برادرم بودی، من اربابت بودم، ولی تو سایه سرم بودی. بی تو همه چی برام سخت میشه. بی تو تمشیت همه چی برام سخته. نگو فرداد شم. نگو. شما ها به چی زل زدی؟ برین دور شین، کوشین، برین به کارتون برسین. تندی نکنم، رهاشون کن. من دارم میرم کتابخونه پیش میرزا اسد. ببخشید جناب شاسته، من بمونم تمشیت کنم بهتره. فرمودن اول اسباب اساسیه باید بره. ولی اسباب اساسی هر که فرستادیم خودمون فردا شب بی سر و صدا حرکت بکنیم. خانم فخرالزمان اسباب اساسیش جمع و جور شده. افسرالملوک خانم جمع و جور بشه، با اجازه شما فردا کاروان رو راهیش کنیم. از بهشاد چه خبر؟ پیگیری کردی؟ بله، به مراد علی گفتم خانوما رو از سمت کرج ببره کاروانسرای حاج حبیب تو راه قزوین، اونجا منتظر شما باشه. هنی سومونس؟ هنی سومونس هم جمع کردیم. اسباب اساسیاشون همونطور که فرمودید خلاصه و مفید و مختصر. مثل همیشه خوب تمشیت کردی. ضمناً تپانچه من پیش افسرالملوک امانت، ممکنه لازمت بشه. جناب طبیب، چی شده هنگت؟ برای خودت به شفا باش طبیب. از چی داری حرف میزنی؟ از هجران. میرزا من زبونم خواسته. اول بشمور بعد تشکر کن شازده. من باید خبتای خودم رو بشمونم و الطاف شما رو. پول تاجر که شمردن نداره مرد. قصد تشکر نداشتم. آمادم برای عذرخواهی. عرض شرمساری میرزا. دشمنت شرمنده؟ شرمنده چرا اصلا؟ قرار بود غرق سرور باشه حیات فخر. هست شازده، هست. و درویشی پرسیدن کجا خوشه؟ گوه هر جا دل خوشه. حالا این همشیره ما یا خدا زده پس سرش، یا سرش اندن داده دست خدا، دل خوشه دیگه اینجا یا هر جا. پس خیالتون از من راحت شده؟ دروغ چرا، تا این اواخر نه خیالم راحت نبود. الان اما مردی بهتر از تو برای فقری سراغ ندارم. اذن مرخصی شازده، حجره اسد بی اسد نمیچرخه چرخش. میرزا
این پول پول خیلی هنگفتیه، شاید هیچ وقت نتونم جبران کنم. به قولت عمل کن، غرق سرور کن زندگی فخری رو. جبرانی بالاتر از این برای من نیست. مثل همیشه سر بلندم کردی اسد. سرت سلامت. رخصت. نایمه تمام جعبه ها رو بذار تو یکی صندوق. میز رو بکشین جلو، وسایل بزرگ رو جمع کنین اون پشت. روش پارچه مدخال بکشین. مرواری قلیون و زغال و منقل. چشم تنباکو خانسار یا براز جان؟ هر دوتاش. فهیمه اون بخته رو بذار تو صندوق. آنم دارم ندارم ببری؟ شکستنی بر ندار یحیا. چشمان هم لباسا هرچی بود جمع کردم، اینا آخریشه. بذار تو اون صندوق. خانم جناب طبیب الاطباء اومدن. چوب دستم کجاست؟ امروز اسباب و وسایل، فردا شب اهل امارت. تا این آیت کفر افتادم. از خداحافظی به حدی تنفر دارم که موافق نداره. من به عنایت گفتم به شما خبر بده. شنیدم تهدید جدی در کاره. تهدید جدی هم که نباشه مخل آسایشه. ارسلان خسته است، اهل و عیالش بیشتر. طاقت فتنه نداریم جناب طبیب. قهوتون سرد میشه، دیر بشه از دهن میفته. برای من دیر هم بشه از دهن نمیفته. شما میل نمی کنید؟ چرا چرا؟ چرا وانمود میکنید منو در این رختی که تنمه به جا نمیارید؟ رخت اینا، خب اینا افسرالملوک قوانلو. من یک بار که طبیب الاطباء نبودم، با همین رخت شما رو از پدرت خواستگاری کردم. امروز نه اون مرحوم هست، نه وقتی هست برای تعارفات و تشریفات. من برای خداحافظی نیومدم. من اومدم افسرالملوک رو خواستگاری کنم. بار از خودش. نوبت اول به دلیل نداشتن خون قاجار منو پس زدید، هم تو و هم بار.
صحبت هایی که همون مشی میکنه صحت داره؟ سلام ارسلان. سلام افسر، من اومدم در مورد صحت داره. ارسلان من همراه شما نمیام. افسر تو از دل افسر خبر نداری، پس بذار خود افسر برات حرف بزن. مرخصیدم اومشتی. من سر و پا گوشم. قلبم دو پاره شده. میدونی که شده ارسلان؟ برای امیر هوشنگ، برای انیس و مونز، برای خودت. پاره ای از قلبم همراه تو اهل و عیالت میاد، منزل به منزل، قزوین، سلطانیه، تبریز، عثمانی، هر جا که برید. نیمه دیگه منتها اینجا میمونه توی قلبم، میتپه تا زنده بمونم. فقط همین. من آدم آینده نیستم ارسلان، میدونی که نیستم. مثل زیر خاکی ها که سمسارا رو میکنن، حالا شاید قرازه آنتیک، بیارزش یا قیمتی، ایناشو نمیدونم. فقط میدونم که من آدم قربت و فرنگ نیستم. چرا همون موقع که گفتم بهم نگفتی؟ من بدون تو جایی نمیرم افسر. همون موقع که گفته بودی قلبم دوپاره شده بود، اما نیمی از قلبم که قرار بود اینجا بمونه قوت نداشت. امروز یکی اومد که قوت قلبم شد. حالا دیگه میتونم بمونم. دلم قرار گرفت ارسل. کاری که من با تو کردم تو با من نکن ارسل. چه کاری؟ نخواه از من که پا روی دلم بذارم. مهمتر ارسلان، نخواه که پا بذارم روی قلب مردی که سالها پیش در اوج جوانی دلشو شکستم. طبیب الاطباء، من خستم ارسلان، میرم بخوابم. شما نباشید باید دست از یحیی بشورم بخورم. خیلی هنرکنه بشه پیشکار یه اربابی که نمیشه، یا اگه بشه اربابی مثل شما گیرش نمیاد بالا. خب عمو، خب به جای این همه روزه برو سر اصل مطلب. روز آخر هزار و یک جور گرفتاری دارم. خانم افسرالملوک منصرف شدن نشدن؟ بله منصرف شدن. که چی؟ یه تذکره سفید دارید، یه جای خالی تو اون کارو خواستم. یحیی بنده زاده است، ببرید با خودتون. که چی بشه؟ شنیده همین روز هر که از فرنگ برگشته سری تو سر و در رو برده. پاره تنمه نمیتونم از خودم جداش کنم، اما نمیخوام مثل خودم بشه. میخوام هزار بار برای نسبت مثل شما بشه. البته جسارت بزرگزاده نیست، ولی زیر سایه بزرگی مثل شما بزرگ شه این بچه. اون چیه؟ پوله، حاصل زحمت همه این سالا. نمیخوام سربارتون باشه، گفتم بیاد اونجا هم نوکری شما رو بکنه هم درس شما. خودت هم میخوای با ما بیای یحیی، یا باز داره زورت میکنه؟ من
من آرزوم بیام فرنگ، اگه بیام معمار میشم. اجازه دید دستتون رو ببوسم. آخرین لطف ارباب در حق نوکرش. دل این نوکر خونه‌زاد نشکنید. شاید در خور نوکری شما نباشم این همه سال، ولی با تمام جواره هم خدمت کردم به شما و اهل این امارت به خود. الان نه وقت تملق همون، نه وقت تفکر، برای هر کاری دیره. خیر ایشالله. یحیی تو معایی سفر کن. قابل شما رو نداری. لازم نیست. این تنابه رو صفت ببنید. مراقب خودت باش. خانم دلمون براتون تنگ میشه. ممنون. سفر بخیر خان. آب قوره نگیر. جانم یحیی رو ندیدی؟ نه. باشه. برمیگردم آهو، به خدا برمیگردم. من حرفی زدم یحیی، من دلم فقط برای خانومم تنگ میشه. خب خانوم داره میره، یعنی داره با ما میاد. بیا جلو در بدرقه. دل دیدنشو نده، دل بدرقه کردنم نده. بلم کن یحیی. حالا گریه نکن. گریه نمی کنم که، دلم واسه خانومم تنگ میشه. ترسم دیگه نبینمش. میبینیش، هم خانوم برمیگرده هم ما. شما چی کار دارم؟ دلم واسه بانو فخر و زمانم تنگ میشه. تو برو، برو به سلامت، خدا نگهدارت باشه. برو معمار شو، عمامشتی خوشحال میشه. با پای پهنت. بدم کن یحیی. گفتم با پای پهنت. گل پری. از پله پایین پی بازه بر پر بازی په با پیش پو پا پ پ هیچی نگو آهو، فقط نگهش دار. فقط تو میدونیم برای چیه. یادت نره باید دستیار طبیب بشی. ملکی بهت مشق سواد نکردم. یحیی کجایی؟ که دست سوخته تو اینجایی؟ من مهمه نکن، بیا برو، کارمون رفت. میای جلو در بدرقه خانوم؟ میری یه بگم دمه رفتن چوب و فلک بیارن. میام میرزایی. میرزایی هیو؟ چی شد؟
ردتون رو نگیرن این نسنسا که میگیم سرباز اجیر کنم کنارتون بیاد هرچی کمتر تو دید باشیم بهترم از بیراه میریم حواسم هست نگران نباش میرسام عموم مشید بله آقا این مهمانسرای حاج حبیب کجا هست؟ به باریچی گفتم میدونه تصدقه عنایت بله شازده کتابایی که میخواستم از تو کتابخونه برداشتم من بعد از این عنایت هر کتابی که خواست به امانت یا برای ابد میتونه از کتابخونه برداره شنیدی که چی گفتم؟ شنیدی مشتی؟ آره شنیدم ببخشید جناب شازده نکاهنامه ها رو برداشتین؟ نکاهنامه برای چی؟ آخه این مجنون میگفت به غیر نکاهنامه ها هیچی دیگه تو کتابخونه باقی نمیگذاره دیدی مجنون راست گفت جون تو جون هم میروشند میرزا حسد رو به تو میسپرم پروین کجایی تو آهو نمیای خدافزی خانم من به دور بانوی امارت اینجا میمیرم دور از جون زود برمیگردم منتظر تو میمونم انقدر بیتابی نکن مریض میشی آه. با مواظب ماه طلعت باشی اگرم مریض شد طبیب الاطباء هست نگران نباشید خدا نگهدار خدا نگهدار حرکت کن شب تو تاریخ می نویسن عنایت نه چرا؟ امشب گاری من جلوی شفاخونه مونده چرخش لق و تق شده باید پیاده تا اونجا گز کنم عمو این جناب طبیب گذاشته تو برای شفاخونه؟ من نه تو پس جا اینجاست آو جان مگه تو دستیار طبیب نیستی ها؟ چرا هست پس باید تو ببریش دیگه